مورد دیگش، مورد دیگه حالت کمپراتیو این ها هست. توی درس صفت های قیاسی در رابطه با این قضیه صحبت کردم، یه سلایدش رو کلا در رابطه با اونهایی که ای آر نمیگیرن یا حالت مثلا مور ادجکتیو دادن اون حالت رو نمیگیرن، اصلا اون شکلی نیستن، در رابطه با اونها صحبت کردیم. مثلا گفتیم معمولا میشه بیگ بیگر، سمال سمالر، نمیدونم اینجور چیزا. اما بعضی ها هم هستن که ای آر نمیگیرن و چند تاشون این موارد بودن که اینجا میبینید. ما برای ماچ نمیتونیم بگیم ماچر، اوکی؟ I do not have much money، مثلا اینو میگیم. مثلا میگم که I do not have much time، زمان زیادی ندارم، وقت زیادی ندارم. و مثلا میخوام بگم وقت بیشتر نیاز دارم، بیشتر، اوکی؟ نمیتونم بگم ماچر یا همچین چیزی. در واقع باید بیارم و شکل more رو استفاده کنم. I need more time، نمیتونم بگم ماچر یا مثلا حالت بیشتر از ماچ more هست. برای many هم همینطوره. مثلا من میگم که I know many people here، آدم های زیادی رو اینجا میشناسم. حالا میخوام بگم اونجا که بیشتر میشناسم. I even know manyer، نه نمیتونم ER بگم، میگم I even know more people over there، من افراد بیشتری رو اونجا میشناسم. بیشتر اینجا میگیم زیاد، اونجا میگیم بیشتر، نمیگیم زیادتر. آها، مثلا همین many manyer یا همچین چیزی نداریم، نمیسازیم ازش. ER برای این قضیه نیستش. به این ترتیب ما حالت ماچ و منی هر دو میشکنه، حالت قیاسی میشکنه و ای آر نمیگیره و میشه مور. لیتل هم نمیتونیم بگیم لیتلر، آها، و بگیم چی؟ لس. و فیو هم بگیم فیر. آرایت، اینها حالت های قیاسیش هستن. ما از اینها برای حالت قیاسی وقتی بین دوتا وضعیت مثلا صحبت میکنیم، میگیم که مثلا اینجا انقدر آدم میشناسم، اونجا آدم های بیشتری میشناسم، یا هر چیزی مقایسه میکنیم چیزی رو، از اون حالت ای آر استفاده نمیکنیم. این هم یه نکته کوچولو بین درس. نکته دیگه هم دارم براتون، نکته هایی رو براتون توی درس دارم که حالا جلوتر که بریم بهشون میرسیم. اما یه چیز دیگه، ما هم الاتوف رو داریم، چه نداریم حتما در رو تو روش الان صحبت کردیم، گفتیم که الاتوف یعنی خیلی که میتونه جای منی و جای ماچ استفاده بشه، جای هر دو میشه استفادهش کرد و به معنی خیلی هستش و به هر حال بیشتر توی جمله های مثبت میاد. این از الاتوف، در رو تو باش صحبت کردیم. اما گاهی وقتا شما احتمالش هست که lots of رو هم چنده باشید. lots of، نمونهش رو ببینیم. I ate a lot of apples. Apple میشه شماردش، one apple, two apples, three apples، میشه شماردشون. ما میگیم a lot of apples، مثل many میگیم a lot of. یا I have a lot of evidence. Evidence، شاهد، مدرک. من خیلی شاهد و مدرک دارم، خیلی. مثلا اینها هم باز دوباره قابل شماردن نیست، ولی حالت غیر قابل شمارش که هست، ما میتونیم از a lot of استفاده کنیم. گفتیم a lot of برای هر دو مورد استفاده میشه. مورد اینها رو ما میتونیم با lots of هم بنویسیمش. میتونیم به جایی که بگیم I ate a lot of apples بگیم I ate lots of apples، یا I have a lot of evidence میتونم بگم I have lots of evidence. lots of رو میشه جای a lot of آوردش، هر دو به یک معنی هستش، هر دو هم جای قابل شمارش میان، هم جای غیر قابل شمارش میان. فقط a lot of حالت رسمی تری داره، حالت کتابی تری داره و حالت آموزشی تری داره. lots of حالت عامیانه تر و کوچه بازاری تری داره. بیشتر حالا توی صحبت روزانه ما میگیم lots of، I have lots of friends. اشکالی هم نداره اگه بگیم a lot of friends میگیم، هر دو رو میگیم. اما توی حالت رسمی، توی نوشتارمون اگر بخوایم یه متن رسمی بنویسیم، اونجا دیگه باید حواسمون باشه، دقت کنیم که حتما از a lot of استفاده کنیم، از گفتن lots of بپرهیزیم. پس lots of و a lot of هر دو یه مورد یکی هن، بعد یکیش یه لول رسمی تر هستش. اینم از این نکته.